دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان آزاد شدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموع خبرهای کانال جندال پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این چنل را نیز سابسکرایب نمایید. دو استاد دانشگاه امریکایی از بند آزاد شدند. این در حال است که انس اقانی هم از بند رها شد. منابع میگویند که انس اقانی و دو عضو دیگر شبکه اقانی از زندان آزاد شدند، اما آنها در دوحه در بند خانگی قرار خواهند داشت. با گزارش سپوتنیک به نقل از تولو نیوز، منابع معتبر خبر میدهند که انس اقانی با دو عضو دیگر شبکه اقانی شام دوشنبه 27 عقرب از زندان بگرام رها شدند و به قطر فرستاده شدند، اما آنان در قطر در بازداشت خانگی قرار خواهند داشت. هرچند این سه عضو شبکه اقانی با دو آموزگار دانشگاه امریکایی افغانستان تبدیل شدند، اما از هیچ چگونگی رهایی این آموزگاران اطلاعات دقیق در دست نیست. این در حال است که رئیس جمهور غنی در تماس‌های تلفنی با پامپیو وزیر خارجه امریکا و مشاور امنیت ملی امریکا روی قدم‌های لازم برای آزادسازی زندانیان حقانی گفتگو کرد و تاکید کرد که یک آتش بس و یا کاهش خشونت برای آغاز مذاکرات میان افغانان ضروری است. پیشتر ریاست جمهوری اعلان کرد تا زمانی که گروه طالبان به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان و آتش بس تن ندهند، هیچ ساله با این گروه در کار نخواهد بود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری کشور اعلان کرد که انس اقانی، مالی خان و آفت رشید سه عضو گروه حقانی هنوز هم در بند دولت افغانستان قرار دارند. به گفته او عدم رعایت شرایط از سوی طالبان باعث معطل شدن روند تبادله شده است. سفیر امریکا در کابل نیز حمله های گروه طالبان در کابل و لوگر را دلیل برهم خوردن تبادله زندانیان اعلان کرده است. گفتنی است که معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که انس اقانی و همراهانش تا زمان آغاز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان و برقراری آتش بس رها نخواهند شد. جنرال دوستم خطاب به غنی: اشتباهات دکتر نجیب را تکرار نکن. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری خطاب به رئیس جمهور غنی میگوید: تاریخ گذشته و اشتباهات دوران دکتر نجیب را تکرار نکن، اما آماده هر نوع استادگی در برابر طالبان و توطئه های داخلی هستیم. با گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه های خبری افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم پس از چاشت امروز سه‌شنبه 28 عقرب در دیدار با شمار از اعضای مجلس نمایندگان و سیاسون در شبرغان گفت: اگر رئیس جمهور در خیال سرکوب مردم باشد، باید پیشش پیش تابوتش را میخ زده باند. دوستم تیم دولت ساز را متهم به سازماندهی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می کند و می گوید که این موضوع را عادی ترین فرد جامعه هم می داند که اشرف غنی در دست تقلب زده است. معاون ریاست جمهوری هشدار داد که اگر پس از این سر ملت به گفته او کدام بدبختی بیاید و ملت با میل سلا زده شود، او با مردم به میدان می آید. با این همه او از اشرف غنی می خواهد که تجربه گذشته را تکرار نکند. در غیر آن با خشم همگانی روبرو خواهند شد. جنرال دوستم اعتراف کرد که در زمان حکومت وحدت ملی که او معاون اولش از وضعیت در همه عرصه ها بحرانی تر شده است. به دنبال آغاز باشماری بخش از آرای ریاست جمهوری، معترضان در شمار از ولایت ها مانع آغاز این پروسه شدند. در شمار از ولایت ها از جمله قندوز گزارش های در مورد برخورد پلیس با معترضان نشر شده است. در یک مورد دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که یکی از ناظران این تیم توسط نظامیان کشته شده است، اما سپس وزارت داخله این خبر را رد کرد و گفت
که این فرد در نتیجه اصابت آوان کشته شده است. هشدار حکمتیار به کمیسیون مستقل انتخابات. گلبدین حکمتیار تا حزب 300 هزار رای جنجالی کس حق اعلان نتایج انتخابات را ندارد. با گزارش اسپوتنیک بنقل از اطلاعات روز، گلبدین حکمتیار رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت خواستار حزب حدود 300 هزار رای جنجالی شده است. گلبدین حکمتیار که سه شنبه 28 اغرب در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت تا روشن شدن این موضوع هیچ کس حق اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. او گفت که علاوه بر حزب این 300 هزار رای باید آرای بایومتریک ناشدن نیز باطل شود. او همچنان در بخش صحبتهایش خواستار محاکمه عاملان تقلب و جرایم انتخاباتی شد و افزود کسانی که در انتخابات زمینه تقلب را فراهم کردند باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. همین طور گلبدین حکمتیار گفت که شرکت در ملوک نیز به خاطر عدم اجرای تعهدش در بخش اعلام نتایج انتخابات باید محکمه شود. گلبدین حکمتیار می افزاید یگانه دسته های انتخاباتی که با باشماری تمام صندوق های رایگیری مخالفت دارد دسته ای است که 80% آرای تقلبی مربوط به آن می باشد. گلبدین حکمتیار همچنان هشدار داد در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات به خواسته های آنان توجه نکند نتایج را آنان و مردم افغانستان نمی پذیرند و مسئولیت آن نیز به عده تقلبکاران می باشد. پیش از آن کمیسیون مستقل انتخابات در فیصله نامه اعلان کرده بود که در مورد 137,630 رای قرنطینه شده هیچ مشکل وجود ندارد و این آرا از نظر این کمیسیون با اعتبار شناخته می شود. گلبدین حکمتیار همچنان در بخش از صحبتهایش گفت که شمار از کشورهای خارجی در روند انتخابات افغانستان مداخله می کنند. او از این کشورها خواست که بی‌طرفیشان را در امور انتخابات افغانستان نگه دارند و نباید از تقلبکاران حمایت کنند. رحمت الله نبیل سفارتخانه ها را به مداخله در امور افغانستان متهم کرد. رحمت الله نبیل می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات به خواسته های قانونی برخی از دسته های انتخاباتی پاسخ نداده است. وی همچنین سفارتخانه های خارجی را به مداخله در انتخابات افغانستان متهم نمود. به گزارش اسپوتنیک به نقل از کوکچپرس، رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در یک نشست خبری 27 اغرب شمار از سفارتخانه ها را به مداخله در روند انتخابات متهم می سازد. او هشدار می دهد که اگر مردم افغانستان احساس کنند که این سفارتخانه ها به سود یک نامزد مشخص مداخله می کنند، شک آنان درباره این که این سفارتخانه ها نظام قانونمندی در این کشور نمی خواهند به یقین مبدل خواهند شد. او در این باره گفت متاسفانه کمیسیون خلاف قوانین عمل میکند. در دو نشستی که تیمهای تکنیکی از تکتهای مختلف انتخاباتی با کمیسیون نشست داشته هیچ نوع قناعت تیمهای انتخاباتی را فراهم نتوانسته و تلاش این بوده که تقلب توجیه شود. آقای نبیل میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات به خواستهای قانونی برخی از دسته های انتخاباتی پاسخ نداده و در پای توجیه آرای تقلبی است. او تصریح کرد خطاب من به بعض موسسات بین‌المللی و حتی سفارت ها است که اگر این بار مردم افغانستان احساس کنند که شما یک بار دیگر در انتخابات افغانستان مداخله می کنید یا مداخله کردید، به نفع این آن من حراس دارم که این بار شکشان به طرف یقین خواهد رفت که شما نمی خواهید افغانستان دارای یک نظم مسلط و قوی باشد. از سوی هم شمار از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در نشست هشدار می دهند که در برابر آرای تقلبی استادگی خواهند کرد. اما دسته انتخاباتی دولتساز بر رهبری محمد اشرف غنی از کمیسیون می خواهد تا هر چیز زودتر نتایج نخستین انتخابات را اعلان کند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از پایان روند باشماری آرا تاریخ اعلام نتایج اعلان خواهد کرد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.